دوستان عزیز سلام، سامان آذرعسکری هستم و با یه درس دیگه از سری آموزش‌های نرم افزار 3D استودیو مکس در خدمت شما. تو این درس میخوام براتون از اسکریپت وال بیلدر بگم، اسکریپتی که میتونه به شما کمک بکنه دیوار رو با اجزاش بسیار با جزئیات بالایی مدل بکنید. وال بیلدر یک اسکریپته، اینو میتونید از اینترنت به راحتی دانلود بکنید، خیلی مشکلی سر نسخه و نرم افزار نداریم. بعد از اینکه دانلودش کردین کپیش کنید و در قسمت اسکریپت های 3D Maxتون در قسمت ران اسکریپت میتونید باز کنید و اینو اینجا پیستش کنین، قرارش بدین، سپس اوپنش بکنیم و برای شما این پنجره میاد و میتونید وال اسکریپت رو فعال کنید. خب طول مورد نظرتون رو اینجا تایپ بکنید، ببینید همینجا بلافاصله برام ایجاد میشه با یک طولی، حالا هر چقدر که میخواین این طول رو برای خودتون میتونید در نظر بگیرید. کاری که وال بیلدر میکنه واقعا میاد دونه دونه آجرهای شما رو میسازه، پس بیاین بگین که چند تا آجر مثلا در این طول میخواین داشته باشید. ببینید من مثلا میگم 20 تا آجر، یا مثلا میگم 25 تا آجر مثلا به این صورت اینجا برای من بیاد قرار بگیره. ارتفاع کلیش رو تعریف میکنم، اینکه چه ارتفاعی رو میخوام دیوارم داشته باشه. میبینید اینجا دونه دونه برام بریک گذاشته، انگار آجرهای گوشه به این ارتفاع، و میتونم بگم که چند تا دونه به لحاظ ارتفاعی هم برای من آجر اینجا قرار بده. یه محاسبه میکنه و مثل اینکه دونه دونه این آجرها رو اینجا اومده و روی همدیگه چیده. حالا اون تناسب مورد نظرتون رو اینجا ایجاد بکنین تا بتونه دیوارتون به لحاظ آجری هم حالا تناسب مناسبی به لحاظ ابعادی داشته باشه و بتونه فرم طبیعی رو براتون بگیره. بسیار خوب، میتونید عرض آجرها رو مشخص بکنید، اینکه آجرها مثلا عرضشون چقدر باشه، حالا کمتر یا بیشتر. من اینجا میتونم عددهای مختلفی رو بزنم تا عرض آجرها رو برام محاسبه بکنه. مثلا ببینید اینجا آجرهای کوچکتری رو برای من اومد در واقع، شاید مثلا در حد 10 تا کاشی و موزاییک هم بتونید باهاش کار بکنید. اگر اسکریپتتون بسته شد هم میتونید دوباره گزینه اوپن اسکریپت رو بزنید، اسکریپت رو برای خودتون بازش بکنید و اسکریپتتون رو اینجا داشته باشید. بسیار خوب، حالا من این رو همون طول بیشتری برش در نظر میگیرم. میتونید طول رو رندوم بکنید، اینجا همه به این صورت خیلی منظم رو هم دیگه قرار نگیرن. عدد رندوم لنگث دارم، میتونم این رندوم رو اضافه بکنم. الان طول آجرهای من نامنظم خواهد شد و میبینید که حالا حالت شاید طبیعی تری رو به این دیوار من داره میده. میزان رندوم بودنش رو میتونید تعریف کنید، فاصله و گپ بین آجرهاتون رو مشخص بکنید، بندکشی اگر این موزاییک، این کاشی یا این حالا دیوار آجری شما داره میتونید به این صورت بندکشی رو براش انجام بدید، عددی رو براش بذارید که بتونه بندکشی هاتون رو در بیاره. کم یا زیاد بودن این عددها برمیگرده به ابعادی که شما برای کارتون دارید در نظر میگیرید. میتونید هر کدوم از آجرها رو در جهت‌های مختلف مثلا یه مقداری بچرخونید. مثلا من میتونم بیام اینا رو مثلا به لحاظ پوزیشنی یه مقداری جابجاش بکنم، مثلا میگم یه میزان واحدی مثلا در محور X اینا یه مقداری مثلا آجرام جلو عقب بشن، جلو عقب تر قرار بگیرن تا شاید دیوارم از این حالت خیلی یک دست بودن مثلا به این صورت در بیاد، یه مقداری همچین دیوار نامنظم تری بشه. شاید این کار رو در پوزیشن های دیگه هم انجام بدم، مثل پوزیشن Y، پوزیشن Z، و دیوار رو برای خودم بالا پایینش بکنم. مثلا در پوزیشن Y هم مثلا یک فاصله ای رو برای خودم مد نظر قرار میدم تا این دیوار بتونه عقب و جلو بشه و یه حالت ارگانیک تری به خودش بگیره. شاید یه مقداری حالت مثلا میبینید به این صورت خاص تری باشه، انگار دونه دونه این آجرها اینجا قرار گرفته. تو محور زد هم میتونید این کار بکنید، همینطور میتونید این آجرها رو بچرخونید. من مثلا میگم در محور مثلا زد الان بیا هر کدوم از این آجرهای من رو مثلا 15 درجه بچرخون، ها میتونید در محور ایگرگ بچرخه یا میتونید مثلا در محور ایکس بچرخه و آجرها با دوران کنار هم دیگه قرار بگیرن. میبینید یه مقداری انگار این آجرها چرخیده و روی هم دیگه داره قرار میگیره. اگر بخوای میتونیم به میزان دیتیلش اضافه بکنید، وقتی به دیتیل اضافه کنید آجرهای شما داره سگمنت های بیشتری میشن، یه مقداری خست به خرج بدین اینجا، برای اینکه اگر عددهای خیلی خیلی بالایی بزنید امکان داره که سیستمتون هنگ بکنه، یا چون تعداد آجرهاتون زیاده یا زمان زیادی بگیره برای محاسبه کردن.
به این صورت. این دیتیل رو اضافه کردن برای کار با نویز ها و تنشن میتونه به کار بیاد. تنشن رو اگر زیاد بکنین شروع میکنه لبه های آجر رو براتون نرم میکنه، یه حالت انحنا روی لبه های آجر برای شما میاد ایجاد میکنه، به این صورت که اینجا دارید میبینید. میبینید نوع فرمی که داره روی لبه های آجر من ایجاد میشه الان به چه صورت. اگرم نخوام که خب تنشنم رو مجددن صفر میکنم. میتونید یک مقداری به لبه های آجرتون خرابی بدین، نویز بدین که خیلی لبه های صافی این آجر نداشته باشه. مثلا من اینجا میتونم یک مقداری اینجا رو یک نویز ترشولدی بدم. عددهایی که اینجا وارد میکنین کاملا برمیگرده به ابعاد و اندازه‌ای که دیوارتون داره. شاید این عددهایی که من میزنم برایش دیواری که شما مدل میکنید کوچک یا خیلی بزرگ باشه. میبینید لبه های جور من چجوری که خیلی عددم بزرگه، این رو با عدد کوچکتری ایجادش میکنم تا حالا خرابی هایی که روی این لبه های آجرم میخواد درست بکنه رو بتونه برام در بیاره. میزان این خرابی ها و بزرگی این خرابی ها رو میتونید با آیتم نویز اسکیل در بیارید. خب اینجا ببینید الان برای من ورشه چیزی حدود 625 دونه آجر چیده. در نهایت وقتی کارتونم تموم بشه، برای اینکه دیگه فایلتون خیلی فایل سنگینی نباشه و یک دیوار یک دست اینجا داشته باشید، میتونید آیتماتون رو کلاپس بکنید. با کلاپس کردن کل آیتم هاتون تبدیل به یک جسم واحد میشه و تبدیل میشه به یک جسم ادیت پولی به این صورت. و میبینید دیگه اینجا براتون میرسه وال و این رو دیگه حالا شما به عنوان یک دیوار دارید و میتونید ازش استفاده کنید، حالا هر جا که دلتون میخواد قرارش بدید. کار دیگه ای که با این دیوار شاید بخوایم انجام بدیم بحث متریال دیوارمونه. وارد پنجره متریال هاتون بشین، آیتم پیک متریال رو بزنید و روی این دیوارتون کلیک بکنید. یک متریال مولتی ساب برای شما میاره که میتونید به قسمت های مختلف این جسمتون متریال بدیم. من فعلا فقط بهش یه رنگی میدم، حالا شما میتونید بعدا روی جزئیات این آجرهاتون هم خیلی بیشتر کار بکنید. من رنگی رو اینجا میسازم و بعد شروع میکنم در حالت های بعدی این رنگ رو یه مقداری تم و تولرانسش رو عوض کردن تا مثلا یه حالت ارگانیک تری بگیره. روی تکسچرینگتون خیلی مفصل کار بکنید، واقعا میتونه برای شما سطوح بسیار بسیار طبیعی رو ایجاد کنه. به این صورت ببینید دیوار من الان یک تکسچری گرفت روی بامپ و روی حالا آیتم های دیگه این دیوار هم به لحاظ متریالی شما میتونید کار انجام بدید. اتفاق بعدی که برای دیوارهامون میتونه بیفته، میتونیم ما دیوار رو روی یک مسیر قرار بدیم. فقط دقت کنیم مسیرتون حتما باید یک اسپلاین باشه. من میتونم اینجا بیام یک مسیری رو برای خودم ترسیم بکنم و بعد با پیک اسپلاین این مسیر رو انتخابش میکنم، طولش رو به هم میده. میتونم تعداد کل آجرهایی که میخوام اینجا برام قرار بگیره رو مثلا بذارم. اینجا چند تا دونه آجر باشه؟ خب 20 تا براش مثلا کمه. تعداد آجرهام رو میتونم اینجا در بیارم به این صورت و بعد دوباره مثلا میتونم بهش یک هایتی بدم. اگر ارتفاعتون معکوس میشه اینجا عدد منفی برای شما جواب نمیده که بخواین عدد رو منفی بکنید. باید بیاین و در خطی که ترسیم کردین جهت ورتکس نامبر هاتون رو تغییر بدین. ببینید اینجا مثلا اگر این نقاطم رو داشته باشم، ببینید اینجا مثلا نقطه شماره 1 هم هست در قسمت سلکشن. ببینید اینجا مثلا نقطه 1، اینجا نقطه 2. من در اصل اسپلاین میتونم انتخابش بکنم و این رو ریورس میکنم، در نتیجه جهت دیوار برمیگرده. کلیه تنظیماتی که قبلا انجام دادیم رو هم اینجا هم میتونید دوباره انجام بدید و حالا اون دیوارتون رو با مشخصاتی که میخواین برای خودتون ایجاد بکنید. خیلی قشنگ، خیلی راحت به این صورت. و خب حالا تنظیمات دیگر میشه انجام داد. خوبی این حالت هم اینه که اگر بعدن این مسیرتون رو انتخاب بکنید، اگر تنظیمی روی این مسیر انجام دید، عیناً روی مسیر شما هم
و روی آجرهاتون هم اعمال میشه. مثلا من اینجا یه نقطه ای بذارم، یه نقطه دیگه مثلا اینجا بذارم. ببینید اگر بیام اینجا و فرض کنیم این نقطه رو تبدیل کنم به حالت سموث، یه مقداری بگیرم اینجا جا به جاش بکنم، میبینید دقیقا اون انحنا برای من در کارم مثلا میاد ایجاد میشه به این صورت. حالا این نقطه ها مثلا میتونن جلو عقب برن. اگرم الان تعداد و طول آجرم تغییر کرد، خب میتونم اینجا بیام و تعداد آجرهام رو لنگفش رو بیشتر بکنم تا بتونه طول خط من رو برام کاور کنه. خب باز مثلا شاید نیاز داره که عدد بزرگتری روش بزنم تا این عدد رو بیاد در کل مسیرم برام بشونه. نوع دیگه کاری که این دیوار میتونه برای من انجام بده اینه که من میتونم مثلا یک چنین مسیرها و فرمهایی رو هم پیک بکنم و بیام حالا تعداد آجر مورد نظرم رو داخلش قرار بدم. حالا مثلا شاید با تعدادی بیشتر این آجر بیاد اینجا قرار بگیره، یک هایتی بهش بدم تا این دیواره آجریم رو مثلا بیاد برام درست بکنه. اوکی، به این صورت. و اگر میخوایم میتونیم حالا تعداد بیشتری، ردیف‌های بیشتری آجر داشته باشیم، من همون یک ردیف برام کفایت میکنه. میتونم یک مقداری بین اینا فاصله قرار بدم تا مثلا یک چنین اتفاقی برای دیواره من اینجا رخ بده و بتونم دیوارم رو بسازم. اگر میخوایم ملات لای این آجرهاتون رو هم در بیارین، خب به سادگی از همین مسیری که اینجا داشتم میتونم استفاده بکنم، از روش یک بدلی برای خودم میگیرم، از روش کلون بگیرم و بیام مثلا تو قسمت سپلاین و یه مقداری این رو اینجا کمی تا اندکی ویرایشش بکنیم. مقداری زیاد شد، کمی کمتر. و بعد این آیتم رو هم میتونم برای خودم اکسترود بکنم، یه حجمی بهش بدم و این رو هم بیارم داخل این دیواره اینجا قرارش بدم تا شبیه سازی حالا ملات بین این دیواره آجری رو هم برام انجام بده. امیدوارم از آموزشی که براتون تدارک دیدم نهایت استفاده و لذت رو ببرین. تو کاراتون میدونم ازش خیلی استفاده میکنید. طبق معمول مثل همیشه شعارمون تمرین فراموش نشه، به صفحات اجتماعی من سر بزنید، سایت رو اصلا فراموش نکنید، یوتیوب، اینستاگرام، کلی آموزش جدید هم براتون تدارک دیدم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.